همیهنانی ابتدا از آقای لوی و تمام برگزار کنندگان این نشست پرهمیت ابراز تشکر میکنم. امروز روز بزرگی در تاریخ مبارزات معاصر مردم ایران است. بهتر شد. امروز همیهنان روز بزرگی در تاریخ مبارزات معاصر مردم ایران است. این شاید اولین بار باشد که شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی نه به منظور تشویق مردم ایران برای ایستادگی و ایستادن در مقابل حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی، بلکه برای سرفرود آوردن و بزرگداشت حرکت عظیم و پرشکوه آنها که یک سال پیش هیچ کس هرگز پیشبینی آن را ننموده بود گرد هم آمدند. به این ترتیب امروز هیچ یک از نمایندگان جریان‌های سیاسی دموکراتیک ایران و نمایندگان شناخته شده و معتبر اقوام ایرانی در این سالن جمع نشدند تا مسائل خودشان را مطرح کنند. هدف حمایت از تمام آزادیخواهان و هواداران دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر در ایران است. زیرا در یک ایران فردا که بر این مبنا اداره گردد، زیست مسالمت‌آمیز میان تمام نیروهای مختلف که به این اصول پایبند و متعهد می‌باشند یک امر بدیهی و می‌ماند خواهد. لازم به تأکید نیست که ایران گرفتاری دیکتاتوری مذهبی و تمامیت خواه است. 31 سال حاکمیت این نظام مستبد، نابودی بنیانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قومی کشورمان را در پی داشته است. با گذشت 3 دهه از عمر این رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی و با پرداختن سنگین‌ترین هزینه‌های ملی، امروز ایران ما در یکی از تیره‌ترین روزگار تاریخ خود به سر می‌برد. رهاوند 31 ساله رژیم جمهوری اسلامی برای همه ایران در عرصه داخلی و خارجی مجموعه ای از دردها و گرفتاری هایی است که همه ما در 3 دهه گذشته در کنار هم تجربه کردیم. در عرصه داخلی گسترش فقر و فحشا، بیکاری و اعتیاد روزافزون جوانان، سرکوب آزادی خواهان و دیگر اندیشان، فرار بیپایان سرمایه های علمی و اقتصادی، ستیزه پایان ناپذیر با همه آثار و هویت ملی ایرانیان، ایجاد تفرقه و نفاق میان اقوام ایرانی، دستبندی ایرانیان به عناوین خودی و غیر خودی از یک سو و از سوی دیگر، سرکوب گروه های مذهبی، محروم کردن فرزندان ایران زمین از دانش اندوزی به بهانه داشتن گرایش دینی خاص، هزینه کردن درآمد و سهم ملی هر ایرانی در تولید سلاح‌های کشتار جمعی و در نهایت تاراج و غارت بی‌پایان سرمایه‌های ملی ایرانیان. در عرصه خارجی نابود کردن شأن و عزت و هویت چند هزار ساله ایرانی، به حاشیه راندن و عقب مانده نگاه داشتن ایران از همه پیشرفت‌ها و تحولات جهانی، منزوی کردن بی‌سابقه ایران در عرصه سیاسی و جهان، بذل و بخشش کردن سهم ملی هر ایرانی به بیگانگان، آن هم در عرصه سیاسی، آن هم نه به منظور گسترش آبادانی بشر،
بلکه در جهت توسعه خشونت و ایجاد ناامنی در جهان و بذل و بخشش آن به گروه‌های مرگ‌آفرین از قبیل حماس و حزب الله، دخالت در امور کشورهای همسایه و ایجاد کینه و دشمنی تاریخی میان همسایگان و تبدیل دوستان ایران به دشمنان ایران و دشمن تراشی روزافزون برای ملت ایران، پافشاری بر تولید سلاح‌های هسته‌ای با وجود نگرانی ملت‌های جهان، بی‌آبرو کردن نام ایران ایرانی با ترسیم چهره تروریست پرور از ایران در انظار جهانیان، همه و همه تنها بخش اندکی از دستاورد 31 ساله رژیمی است که هر روز وعده آوردن آب و نان بر سر سفره ایرانی می‌دهد. در طی این دوران سیاه، افراد و سازمان‌های سیاسی در جهت تغییر و سرنگونی این نظام استبدادی تلاش‌های بسیاری نمودند و حتی جان خود را بر سر این راه نهادند. ولی متأسفانه با همه این کوشش‌ها و فداکاری‌ها نتوانستند آلترناتیوی فراگیر، یک پارچه و مقتدر در برابر جمهوری اسلامی به وجود آورند. عدم ارتباط فعالین سیاسی درون‌مرز و برون‌مرز، عدم توافق و یک هدف مشخص و واحد و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی از دلایل عدم شکل‌گیری این آلترناتیو بوده است. از فردای انتخابات خرداد ماه 1388 تا به حال تغییرات گسترده‌ای در شرایط کشورمان به ویژه در تعریف جنبش سبز پدیدار گشته است. مردم ایران بیش از پیش برای سرنگونی این رژیم و کنار زدن حکومت مذهبی متحد گردیدند. به علاوه نیروهای سیاسی برون مرز درک بهتری از نیازها و خواسته های جامعه درون به دست آوردند و همچنین به مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی در جامعه جهانی ضربه ای شکننده وارد شده است. بیگمان رژیم جمهوری اسلامی با عملکرد خشونت آمیز خود همه ما را به این نتیجه رسانده است که برای احیایشان و جایگاه جهانی ایران و با سازی آبروی ملی چاره‌ای جز قبول از این رژیم مقصرانه می باشد. روشن است که هدف واقعی ما همچون میلیون‌ها ایرانی به رنج نشسته در گام نخست سرنگونی جمهوری اسلامی در یک مبارزه جدی و برقراری نظامی مردم سالار در سایه فرهنگ بالنده ایرانی و بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین باور به جدایی دین از حکومت و از دولت و حکومت و تأکید بر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران باشد. در چنین شرایطی ضروری است پنجره جدیدی در برابر تمام آزادیخواهان ایران باز نموده و زمینه همکاری و کمک به نیروهای سیاسی که در جهت سرنگونی نظام استبدادی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکرات و مردم سالار قدم برمی‌دارند فراهم کرد. من اینجا از حرفای خودم رو پایان برسونم، یک قطعه شعری رو با اجازه دوست شاعرم که اینجا نشسته که توسط یکی از واقعا میتونم بگم رجال معاصر سیاسی را بوده خالص شدن سرود شده میکنم که این از جوانی همیشه الگوی زندگی من بوده و به نظر من الگوی تمام مبارزین است که امروز در راه نجات ایران تلاش میکنم و هرگز مایوس نیستم و نبودم و نخواهم شد. سپهر را به رزمت من آن پهلوانم که با چون توی پهلوانی تمام بچرخی فلک تا بچرخی باتم که من در نبردت نچون دیگران به هر سخت سستی به هر سرگرمی تو صد بار خود کرده ای امتحانم. به هر حال
در زیر چنگال بحرت اگر خورد گردد همه استخوانم سپر نفکنم در نبرد تنان کس که من عجز را